بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم بالاخره این ویدیویی که چند وقت بود بهتون قولشو داده بودم براتون بذارم. اونم چیزی نیست جز این که من موامو چجوری اینجوری میکنم که حالت فر طبیعی خوشگل آسون حالا سریع، خیلی سریع نمیتونم بگم، ولی خب اصلا کار سختی نیست و خیلی درخواست برش زیاد بود که من بیام این مدلمون رو یاد بدم. در نتیجه توی این ویدیو هم اینو یاد میگیرین، هم این آرایشی که کردم که خیلی به درد حال هالیدی هم میخوره و خیلی آسونم نصف نیمه یاد میگیرین. حالا برین جلوتر میبینین چرا میگم نصف نیمه. خلاصه اگه دوست دارین ببینین من موامو چجوری اینجوری میکنم، این ویدیو رو نگاه کنید. خب کالسکه ها تبدیل به کدو شد و حالا تازه میخوایم از اول شروع کنیم، درست کنیم دیگه، بکوبیم از اول بسازیم. خب ببین الان موهای من همینجوری که میبینین نیمه خیسه، یعنی دو نمه به قول معروف، و این مدل مو رو شما بهترین موقعی که مثلا بخواید درست کنین، موقعی که تازه از هم اومدین و موهاتون همیشه ذره خیسه، اگر میخواین حالا بعدم بکنین یه خورده موهاتون رو خیس کنین. بعد اولین کاری که باید بکنید اینه که روغن به موتون بزنین. حالا من این روغنی که میزنم روغن بریوژیوه و من خیلی روغنای مختلفی رو استفاده کردم. بعضی از روغنایی که یه خورده مثلا حالت غلیظ‌تر دارن، یه خورده سنگین‌تر دارن به درد این کار نمیخورن چون مو رو سنگین میکنن، میچسبن کف سر. ولی این روغن حالا نمیدونم چقدر اگه معلومه میبینی مثل آب میمونه و قطعاً هم شما حالا از هر روغن دیگه‌ای که دارین هم میتونین استفاده کنید، ولی موهاتون خیلی چرب و چیلی و مثلا سنگین و چیزی نکنه. بعضی از روغنای مو که برای بعد از همومن اونقدر مو رو چرب نمی‌کنن. خب من یه ذره از این میریزم کف دستم و اینو حسابی میزنم به موام. بیشترم حالا مثلا این روهاش که خورده مثلا بیشتر وز میشه و تهاش و اینا، زیادم نزن اینا. خب این کار هم باعث میشه که بعدن که شروع میکنیم با بابلیس مو رو مثلا حالت فر کردن، این فرا یه حالت مثل انگار خیس و خشک اون وسط به نظر برسه و چون روغن خشک هم که نمیشه همینجور تا مثلا آخر سر، یعنی حالا برای اون مدتی که این فر رو موهای شماه همونجوری اون حالت باقی میمونه، هم این که وز مو رو هم میگیره. به خاطر اینکه شما موقعی که شروع میکنید به درست کردن موهاتون هنوز موهاتون یه ذره نم داره، برای همین وقتی که اون یه ذره نمش هم از بین بره موی طبیعی به صورت طبیعی شروع میکنه یه خورده پف کردن، یه خورده وز کردن. برای همین این مثلا وقتی روغن میزنین، حالا هر چی میزنین، از اونم جلوگیری میکنه. خب حالا الان این مرحله از موی من برای روغن زدن خوب بود، ولی نه واسه اینکه شروع کنم به فر کردن. برای موقعی که میخوام شروع کنم بعد یه ذره از اینم خشک‌تر شده باشه، ولی نه خشک. خب یه ذره دیگه روغن میخواد اینو بزنم چون نمیخوام خیلی مثلا هیچ بشه موقعی که دیگه شروع میکنم به درست کردن. آرایش هم میزنم رو دور تند که حالا اگر دوست دارین ببینین تقریبا دارم چی کار میکنم که بتونین ببینین، اگرم فقط به خاطر مو اومدین که حوصله‌تون سر نره. در نتیجه من میرم و برمیگردم.
خب اینم از آرایش که دیگه به هر حال الان هالیده روژ قرمز حرف اولو میزنه. سعی کردم یاریش خیلی خیلی ساده بکنم که با همین دیدن همین یک کلیپ کوتاه هم مثلا کاملا بفهمین که چیکار کردم. هیچ کار خاصی نه، حتی مثلا خط چشم و اینام نداره، سایه و ریمل تمام. ولی مثلا واسه پوست این که من راجع به این خط، این میگم خط چشم، این ریمل فنتی، ریمل چیه؟ با دارم مثلا خودم تاثیر میگم خط چشم نه ریمل، راجع به این چیه، این چیه علی؟ What؟ اوه به خدا مغزم فرمون نمیده. من میپرسی؟ خب بگو حالا اصلا فرض که من میدونم. ها؟ پنکیک. خب حالا اینی که من راجع به این پنکیک فنتی چه نظری دارم بماند برای ویدیوی بعدی، یه دفعه بعد بیام حسابی اینو نقدش کنم. خب آقا بریم سر موها. نگاه کن، شما برای این کار بدون بابلیس احتیاج دارین که بهتره از اینایی باشه که اینجوری یه دونه سیخیه، نه از اونایی که اینطوری یه چیزی داره اینجوری باز و بسته میشه که مو رو مثلا لاش میپیچن. ولی اگه از اونام داشته باشین مهم نیست، مثلا اشکال نداره، کارتون راه میفته. بعد من موامو مثلا جمع نمیکنم بالا و اینا، هیچ کارش نمیکنم، همینجوری که پایین هست نگاه میکنم. بعد کلا هم این مدل مثلا فر رو موهایی که خودشون یه حالتی دارن خب خیلی بهتر میشه، به خاطر اینکه ما تمام مو رو با این نمیپیچیم، مثلا یه قسمتایشو میپیچیم یه قسمتای دیگه هم میذاریم خود موی طبیعی باقی بمونه که اینا با هم قاطی شه یا حالت طبیعی تری بگیره. در نتیجه من مثلا چیکار میکنم، میذارم اینجا رو میدم بالا، خب مثلا یه تیکه برمیدارم. بعد سعیم بکنید که تا مثلا جایی که میشه تیکه هاتون خیلی بزرگ ور ندارین، که اینا هر کدوم از این تیکه هایی که فرم میکنی مثلا استایل خودش رو داشته باشه، یکی رو اینوری میکنی یکی اونوری، یه خود اینجوری طبیعی تر میشه کلا. خب و اینو من میپیچم دور این. معمولا هم سعی میکنم از تهش یه خورده آزاد بذارم که مثلا اونجوری مثلا فر سیم تلفنی نشه، اونا خیلی طبیعی و مثلا به روز نیست. خب بعد این یه دونه، بعد اینو ولش میکنم، بعد مثلا یه دونه دیگه از کنارش مثلا یه ذره اونورتر برمیدارم. دیدین این قبلیه رو به این بر، یعنی به سمت مخالف صورتم پیچیدمش، این یکی رو به سمت موافق. و این فرق داره با اون مدلی که مثلا همه مو رو میکنیم هر سمت صورت رو به سمت مخالفش میکنیم که مثلا اونطوری چیز بشه، این باید قاطی پاتی باشه. این یکی رو این بری میپیچم، یعنی کاملا برعکس. خب بعد یه چیزی رو که دقت کنین اینه که موقعی که مثلا دارین با اینا کار میکنین، موقعی که دارین موهاتونو میپیچین، موهاتونو اینطوری نپیچین. میبینی؟ چون اینطوری وقتی که میپیچین مو هم خیلی قدش کوتاه میشه، چون که فر اینطوری اینطوری میشه، همین که اصلا اونجوری قشنگ نمیشه، به بقیه موهاتون نمیاد. اگه مثلا فر اون مدلی دوست دارین بعد همه موهاتون رو بکنین با زاویه عمودی، یعنی اینطوری میبینی موهاتون رو بپیچین که وقتی ولش میکنین هم قد موهاتون رو نگیره، همین که با بقیه موهاتون بلند شه. مثلا من این جاهای موها رو هم یکم اینطوری اینو اینطوری میکنم، ولی به اندازه بقیه جاهای مو نگر نمیدارم که چیز نشه، از خیلی مثلا از کف سر نیاد. خب بعد مثلا هر چند وقت دفعه بعد سعی کنین اینا رو اینجوری مثلا قاطی پاتی موهاتون کنین، خودتون نگاه کنین ببینین مثلا دیگه کجاشو بردارین خوب میشه. اینو تاکید میکنم که همه جای موتون رو اصلا احتیاجی ندارین که این کارو بکنین. بعد اون مثلا یه کوچولو هنوز نمی که لایه موهاتون داره باعث میشه وقتی دیگه مثلا کارتون تموم شد اون یه ذره نم
اینا رو یه خورده وا کنه، یه خورده بازم اینا بیشتر تو موهای خودتون بلند شه، یه خورده حالت مثلا بیشتر طبیعی تر بگیره. مثلا همینجوری نمیمونه، یه دونه اینطوری یه دونه اینطوری. خب خب حالا مثلا اگه میخوام یه چند تا قسمت از زیر موام بردارم، زیر موام رو دیگه مثل رو اونجوری از ته نمی کنم، سعی میکنم مثلا بیشتر سرشو بکنم، که چون زیر مو معمولا حتی تو مثلا آدم هایی که موهاشون فر طبیعی هم هست، وقتی نگاه میکنی زیر موهاشون فکر کنم، یعنی اونایی که من دیدم، یه خورده صافتره تا روی موهاشون. خب بعد مثلا بعضی ها رو یه خورده زودتر ول کنین، بعضی ها رو یه خورده بیشتر نگه دارین که باز اینا همه عینه هم نباشن. تیکه ها رو مثلا بعضی ها رو خیلی نازک بردارین، بعضی ها رو یه کوچولو کلفتر بردارین. همش فقط به اینه که خیلی مثلا مرتب و اینجوری که به نظر بیاد مثلا خیلی کار شده نباشه دیگه. خب حالا این مثلا من یه قسمت مومو بردم اون ور، بعد شروع کردم مثلا خورده زیرترشو کردن. حالا که میخوام یه خورده قسمت جلومو که مثلا بیشتر توی چشمه بردارم، خب اینو اول یه بار از زیر اینطوری میکنم به پایین که کف سرتون نسوزینا، اینطوری میکنم یه ذره که این قسمت پف کنه، خیلی مثلا نچسبه به سر. بعد شروع ببخشید اینوری بعد شروع میکنم اینو چیز کردن. بعد این قسمت جلورم یه خورده همچی شلتر و چیزتر میگیرم که چون جلوی چشمه اینجوری حالت مثلا منگوله‌ای نشه. خب نبینی این تیکه اینجوری یه ذره پف کرد. حالا همین کارو با این ور. یه نکته دیگه هم بگم، من میتونستم مثلا موامو یه تیکش رو بالا جمع کنم، بعد مثلا هم مثلا حالت عادی که همیشه موامو رو درست میکنیم، ولی چون مو نم داره بعد میخوام مثلا خب اون قسمت های موی خودم هم که حالت داره حالتش حفظ بشه، اون کار نکردم که خراب نشه. چون مثلا همین یه ذره نمی هم که مو داره وقتی شما باش مثلا جمعش کنی بعد که ول میکنی همون ریختی میمونه دیگه. خب دیگه همینجوری هی ادامه میدین دیگه، هی مثلا نگاه میکنین ببینین کجاشو بکنین کجاشو نکنین. خب حالا بستگی به اینکه موی شما خودش چقدر حالت داره دیگه، خب بعضیا مجبورن بیشتر مثلا تیکه های بیشتری تو موشون درارن، بعضیا موشون فرتره میخوان فقط یه خورده مثلا بعضی جاش مرتب تر بشه کمتر برمیدارن. این دیگه
بستگی به مو داره، ولی اگه موهاتون خیلی صافه خب این یه مدلی نیست که مثلا بشه خیلی چیز کرد موتون. واسه این جلوی مو که مثلا فرقم هم این بریم هم باز همین کار میکنم، اول اینو اینطوری کم نگه میدارم که این جلوش حالت بگیره. نسوزونین خودتونو ها، ببین چند دفعه دارم میگم، چون این قسمت بابریسو خیلی داری نزدیک پیشونی و حالا کف سر رو اینو نگه میدارین، خیلی بد مواظب باشین نسوزین. خب ببین الان من دیگه اونجایی که میخواستم و کردم، وقتی هم که اینجوری همجوری بهش نگاه میکنی اصلا مشخص نیست کجاهاش مثلا نداره و اینا، سعی کردم خیلی حالت بلند بشه. الان بهتون بذار نشون بدم یه خورده که چی از آب در اومد. حالا بعد آخر سرم برین حتما، حالا اگر تو دستشویی میکنی یا با آینه بزرگ یه دونه آینه کوچیک بگیرین پشتتون رو نگاه کنین که مثلا بعضی جاهاش لخت نباشه. من الان خیلی نمیتونم ببینم ولی فکر میکنم اوکیه. حالا آخر سر اگر دیدین هنوز حس میکنین موهاتون یه خورده وز داره، دوباره یه ذره دیگه روغن بزنین ولی زیاد نه. ولی الان من حس میکنم مثلا اونقدی که میخواستم همون اول زدم، الان اوکیه، نفسم بند اومد. با شونه هم یه موقع مثلا شونه نکنیم، برس نکشین، هر کاری میخواییم بکنیم با انگشت، اینا هم بیشتر قاطیه، هم بلند میشه هم طبیعی تر میشه دیگه. دیگه همین دیگه، امیدوارم که از این مدل بود. ببین دیگه کارمون به کجا رسیده که من دارم به شما درس مدل مو میدم، معنی که از مو هیچی بلد نیستم، ولی خب بالاخره الان همون دو سه مدلی که بلدمو اگر خواستین بگین که بهتون یاد میدم دیگه. خلاصه امیدوارم خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. من میرم و شما رو توی ویدیو دیگه میبینم. خدافظ.